CBS همه راه ها به CBS آتو بادی ختم می شود. تصادف کرده اید و اتومبیل شما احتیاج به تعمیر دارد؟ فقط با یک تلفن به CBS آتو بادی شاپ اتومبیل شما از منزل و یا محل کار و یا محل تصادف تو شده و یک رنتکار در اختیار شما قرار می گیرد. CBS آتو بادی شاپ به مدیریت دیوید ابراهیم پور با 33 سال تجربه و مورد تایید شرکت های بیمه که کار اتومبیل شما را سریع تر می کند. CBS آتو بادی با سیستم های کامپیوتری در زمینه شاسی اتومبیل و هماهنگ کردن رنگ اتومبیل و مورد تایید کمپانی های اتومبیل سازی بسیاری چون هوندا و بی ام دبلیو. با مراجعه به CBS آتوبادی در زمان اتمام لیز اتومبیلتان و بازبینی نهایی توسط CBS به دیلرهای اتومبیل هزینه اضافی نخواهید پرداخت. 818-765-5300 CBS آتوبادی شاپ. نظارگر برنامه متخصصین هستید. بینندگان عزیز بسیار خوش آمدید و مهمان بسیار عزیزی در برنامه داریم. CBS آتو بادی و آقای دیوید ابراهیم پور که مدیریت CBS آتو بادی رو بر عهده دارن تا از سرویس های بسیار خوب CBS آتو بادی ما را آگاه بکنن. شخصیتی که بیش از 4 دهه در امر صنعت اتومبیل فعال هستند و با گروه بسیار خوب و پیشرفته‌ای که در زمینه کارهای تکنولوژی همچنین در کنار اون دارن میتونن بهترین نتیجه رو برای شما به بار بیارن. کافیست که بعد از تصادف یک تماس بگیرید با CBS آتو بادی. قطعی رو تقدیمتون میکنیم و در خدمت آقای دیوید ابراهیم پور خواهم بود. با ما همراه باشید. تصادف کرده اید و اتومبیل شما احتیاج به تعمیر دارد؟ فقط با یک تلفن به CBS آتو بادی شاپ اتومبیل شما از منزل و یا محل کار و یا محل تصادف تو شده و یک رنتکار در اختیار شما قرار میگیرد. CBS آتو بادی شاپ به مدیریت دیوید ابراهیم پور با 33 سال تجربه و مورد تایید شرکت های بیمه که کار اتومبیل شما را سریع تر میکند. با مراجعه به CBS آتو بادی در زمان اتمام لیز اتومبیلتان و بازبینی نهایی توسط CBS به دیلرهای اتومبیل هزینه اضافی نخواهید پرداخت. CBS آتو بادی شاپ. بله، نظارگر برنامه تقدیمی CBS آتو بادی هستید و خوشحال هستم که در خدمت آقای دیوید ابراهیم پور هستم، مدیریت CBS آتو بادی، که خیر مقدم میگم خدمت شما. بسیار خوش آمدید. خیلی ممنون از دعوتتون، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. خواهش میکنم، سپاسگزار از حضورتون و سری برنامه های بسیار آموزنده و خوبتون. همیشه در ابتدای برنامه من این رو مطرح میکنم که وقتی که افراد تصادف میکنن کافیست که تماس بگیرن با شماره های شما. بله. و بفرمایید که به طور مثال اگر کسی در حال حاضر تصادف کرده و تماس با شماره شما میگیره، بعدش راهای بعدی چیه؟ ببینید، فست داره عوض میشه. الان ماشینم بادی شاپ فست با فست عوض میشه. خیلی جالبه که هر دفعه که من میام سعی میکنم با دست پر بیام خدمتتون و اینفورمیشن خیلی جالب بهتون بدم. قبل از اینکه سوال شما رو دیتیل تر جواب بدم، اجازه بدین که به دوستان عزیز بگم که چیز خیلی ساده و پیش پا افتاده است. تابستون ماشیناتون رو تکر کنین. ماشینا در اثر گرما خیلی حساس میشن، میتونن اورهیت بکنن، جوش بکنن، جوش بیارن. سعی کنید یه مقدار در فصل تابستان بیشتر ماشیناتون رو تکر بکنیم. اگر مخصوصا مسافرت های طولانی میخواین تشریف ببرین، بیشتر رسیدگی بکنین، مکشور کنین که همه چیزهای ماشین داره درست کار میکنه. ساجستشنی که خدمت دوستان عزیز دارم، من اینو نشستم کلکولیت کردم و حساب کردم که خیلی خیلی به نفع دوستان هستش که سعی کنن اگر میخوان مسافرت تشریف ببرن یه رنتکار بگیرن، ماشین نوتر و بهتر، و با این ماشین ترافل بکنن. هم از نظر اکانومی به نفعشونه، هم از نظر اینکه ماشین شما استهلاک کمتری خواهد داشت. میتونیم به من زنگ بزنید، یه ماشین هر جوری که دلتون میخواد، اگه دوست دارین با بچه هاتون ترافل بکنین، ماشین های یوتیلیتی خیلی بزرگ. الان من دست و بالم تو رنتا خیلی بیشتر باز شده، کمکتون کنم با قیمت های خیلی مناسب بگیرین که دردسرتون کمتر باشه. ساجستن بعدی اینه که دوستان عزیز، همیشه اکسپرینس به من ثابت کرده که در تابستان تصادف ها خیلی خیلی بیشتره. چطور؟ بله، یکیش، یه دلیلش که من میبینم اینه که
تموم دوستان جوان و تینیجرهای جوان مدرسه ها سرشون خلوت شده. بله، مدرسه ها تموم شده، سرشون خلوت میشه و بیشتر تو جاده ها هستن و بیشتر ترافل میکنن و کسانی که تازه گرجویت شدن اصولا پدر مادرها برای هدیه‌ای که میخوان برشون میگیرن، برشون ماشین میگیرن. این دوستان جدید خیلی تازه کار هستن، یه مقدار باید بیشتر مواظب اونا باشیم، سعی کنیم که تا اونجایی که میتونه بهشون کمک بکنیم که زودتر راننده‌های بهتری بشن و جلوی تصادف‌ها رو بگیرن. بله، بسیار ممنون. خب به هر حال تابستان در راه است و پیشنهادات بسیار خوبی بود. و اما برگردیم به صحنه تصادف. خواهش می‌کنم. و فکر کنید که من نوعی، البته من این راه رو طی کردم، راه من به سی بی اس اتوبادی ختم شد. خیلی هم خاطره خوشی دارم به خاطر سرویس خوب شما و واقعا تصادف رو برای من به شکلی شما ترجمه کردید که بعدش با خیال راحت تونستم زندگی روزمره خودم رو ادامه بدم و از امکانات سی بی اس اتوبادی استفاده بکنم. ولی فکر کنید من تصادف کردم، شماره شما رو هم دارم، تماس بگیرم با شما، بعد چه اتفاقی میفته؟ ببینید خانم فتی، مهمترین قسمتش به نظر بنده، شما خدای نکرده وقتی که تصادف میکنین، اون چند دقیقه اولی که چجوری خودتون رو پرزنت میکنین و چه کارهایی انجام میدین. اولا اینکه سعی کنین که اینفورمیشن الکی رد و بدل نکنین. شما صحبتهایی که میتونین در اون صحنه تصادف بکنین میتونه خیلی کمکتون بکنه و میتونه خیلی خیلی به ضررتون بشه. دقیقا. و به خاطر اینه تن به نظر بنده تنها کاری که میکنین عکس های خیلی زیاد بگیرین، اینفورمیشن کامل با هم رد و بدل بکنین و اجازه بدین که ما براتون اینا رو انجام بدیم. من خیلی موقع دیدم در تصادفات، مخصوصا ماشین هایی که تصادف هایی که بیشتر از دو تا یا سه تا ماشین اینوالو هستن، همه میفتن به جون همدیگه، خانم فتی با هم این اینفورمیشن رد و بدل میکنن، این میگه به این دلیل تقصیر تو، اون به از اون یکی معذرت میخواد. خواهش میکنم که این کارو اصلا انجام ندین. ما اکسپریانسی که داریم خیلی خیلی راحت میتونیم روی حتی عکس ها و با دیدن ماشین ضربه رو بتونیم که تشخیص بدیم که کدوم اول ماشین به کدوم خورده و تقصیرکار کی بوده کی نبوده و چه اتفاقی افتاده. اینا رو ما میتونیم فایند اوت بکنیم، این اینفورمیشن ها رو در خدمت شما بذاریم. بعد از اینکه شما اینفورمیشن ها رو گرفتین و کاملا میدونین که چه اتفاقی اونجا افتاده و با خیال راحت‌تر به بیمه‌تون زنگ بزنید، کمکتون می‌کنیم حتی در موقع ریپورت کردن اگه لازم داشته باشین، که این تصادف خیلی راحت و آسون براتون جلو بره. بله. و مورد دیگه این که زمانی که تماس بگیرید با شماره‌های سی بی اس اتوبادی، در هر وقت که به حال تصادف بکنید حالا غیر از ساعت کاری، باز هم پاسخگوتونن و برای شما یه رنتکار در اختیارتون قرار میدن و همچنین اتومبیل شما رو تو میکنن که مسئله خیلی مهمیه. اینجا اتومبیل در واقع پای سوم ماست تو کشوری مثل کشور آمریکا و مخصوصا در کالیفرنیایی که ما زندگی میکنیم. در نتیجه شما دیگه اصلا نگران هیچی نخواهید بود و به راحتی میتونید زندگی روزمره خودتون رو دنبال بکنید. خیلی هم هست که تصادف که میکنن، یه اتومبیل هایی که میخوان تو بکنن یه دفعه سر راهشون سبز میشن، که یه مقدار توضیح بدید، چون اینها به هر حال با مقاصد خاصی میان و حضور پیدا میکنن در اونجا. این چیز جدیدی نیست و متاسفانه خانم فتی داره هر روز بدتر و بدتر میشه و ما هر روز داریم با این دیل میکنیم، با این جریان. همونجوری که شما فرمودین، این دوستان میان با لباس های خیلی فنسی که مارک های مختلف تریپل روشه و شبرنگ و اینا به لباس هاشون به ماشین هاشون زدن و نه حتی یکی به یه موقع 4-5 تا اینا سر کلشون پیدا میشه. یه آدم هایی هستن که یه دفعه تشریف میارن سر صحنه تصادف و ادعا میکنن که تصادف رو دیدن و میتونن برای شما شاهد باشن. تلفن های اینا رو بگیرین ولی باشون صحبت نکنین. خواهش میکنم تا موقعی که خیالتون راحته و میدونین دقیقاً چه اتفاقی براتون افتاده درباره این تصادف، تا اونجایی که امکان داره صحبت نکنین. و این دوستان توتراک میان ماشین های شما رو میبرن، میبرن تو استوراج های خودشون نگرم دارن. خیلی برای ما مشکل میشه که این ماشین ها رو از
استوریج اینو بکشیم بیرون و کلی هم هزینه استوریج بعد بدن روزانه، درسته؟ بله، موقعی شده که باور کنین که ما بالای 2000 دلار در از یه روز یا دو روز دادیم که بتونیم فقط ماشینای این دوستان از استوریجای الکی این دوستان بکشیم بیرون. بله، خواهش میکنم این کارا رو نکنین، فوری به بادیشاپ که مورد علاقه خودتون زنگ بزنین، اجازه بدین که ماشینو تو کنن به بادیشاپ، و حتی اگر مطمئن نیستین به خاطر شوکی که بهتون وارد شده در اثر تصادف، از اون توتراک خواهش بکنین که ماشینو به منزلتون ببره، یه مقدار استراحت بکنین، پیس آف مایند داشته باشین، بعد اون موقع تصمیم بگیرین که چی کار میخوان انجام بدین. و یه دلیلی که من از دوستان خواهش میکنم که اول با ما تماس بگیرن، تموم اینا رو ما برای دوستان عزیز آماده کردیم. یه تلفن به سی بی اس بزنین، فوری براتون در هر جایی که باشین توتراک رو میفرستیم، ماشینتون رو پیکاپ میکنیم. و کار جدیدی که میتونیم بکنیم، اگه منزلتون نزدیک باشه توتراک ها میگیم که بهتون راید بدن، و یا اگه منزلتون دورتر باشه سی بی اس یه سرویسی اوبر استفاده میکنه و شما رو به منزلتون میرسونه تا بتونیم روز بعد با شما صحبت بکنیم و ببینیم چه اتفاقی افتاده. شماره سی بی اس اتوبادی بینندگان عزیز 818-765-5300 و 818-523-2600. فراموش نکنید که هر کجا هستید سی بی اس اتوبادی با شما خواهد بود، فقط با تماس و گرفتن شماره های سی بی اس. خب جناب ابراهیم پور عزیز، مورد دیگر رو اشاره کردید در صحبتاتون، در مورد بیمه صحبت کردید و خیلی وقتا به حال افراد بهش بر میخورن وقتی تصادف میکنن با بیمه تماس میگیرن. بیمه بیشتر هدفش اینه که اونها رو بفرسته به بادی شاپ انتخابی خودش. بفرمایید که چرا؟ این خیلی خیلی ساده است. شما با اینکه اینشورد اونا هستین و اونا بیمه شما هستن، اون شخصی که با شما صحبت میکنه گلش اینه که مکسیموم استفاده رو برای اون شرکت بیمه انجام بده و سعی میکنه که ماشین شما رو به بادی شاپ خودشون بفرستن که بتونن که ماشین رو با ارزان ترین قیمت درست بکنن. و اونا میان کارهای پارت های افتر مارکت رو شما ماشین شما استفاده میکنن، و همین دلیلش اینه که هی به شما اصرار میکنن که ماشین رو به بادی شاپ اونا ببرین، و اولین صحبتی که از شما میکنن میخوان که دیداکتبلتون رو فوری اونجا پرداخت بکنین. دوستان عزیز، شما باید این کنترل باشین، ماشین مال شماست. تو این مملکت کسی اجازه نداره که استیر بکنه. استیر یعنی شرکت بیمه اجازه نداره قانونی به شما بگه که باید کدوم بادی شاپ استفاده بکنین. این رایت شماست، شما دارین برای اون بیمه پول میدین که بتونین هر جا که دلتون بخواد و خودتون انتخاب میکنین ماشینتون رو ریپر بکنین. سو اگه بازم سوالی داری متوجه نمیشین، میتونین هر موقع و هر زمانی با من تماس بگیرین، با کمال میل میشینم یکی یکی همینا رو براتون توضیح میدم، نظر خودم رو بهتون میدم. دلیلی نیستش که صحبت های من رو گوش بکنین، ولی من فکر میکنم اکسپرینس های 40 ساله‌ای که من در این کار دارم بتونه خیلی خیلی شما رو کمک بکنه. حرف من رو گوش بکنین و هر کاری که بعد سلیقه خودتون و به میل خودتون از انجام بدین. بسیار ممنون از توضیحتون، و باز هم سرویس بسیار خوبه سی بی اس رو که زبان زده خاص و عام شده رو خدمتتون یادآوری میکنم، و اون اینی که با تماس و گرفتن شماره های سی بی اس در زمان تصادف زندگی شما بسیار آسون میشه، چرا که اتومبیل شما رو تو میکنن و یک رنتکار در اختیار شما قرار میدن. این روزها باب شده خیلی از اوبر و لیفت و اینها استفاده میکنن و به حال افراد از این راه گذران زندگی میکنن. بفرمایید کسانی که اوبر یا لیفت استفاده میکنن احیانا اگر تصادف بکنن شما چه کمک هایی میتونیم بهشون بکنید؟ خیلی ممنون از اتفاق، سوال خیلی خیلی جالبی کردین. نگاه کنیم، من فکر نمی کردم که اینقدر این اوبر و لیفت پیشرفت بکنه. الان 1% از کار ما شده اوبر و لیفت. ما با اینا خیلی سرکله میزنیم و دوستان عزیز ایرانی هم الان تازگی ها خیلی هاشون دارن با اوبر کار میکنن. من میتونم خیلی خیلی کمک رسان شما باشم در موقعی که تصادف کردین و اوبر استفاده میکردین. سیستم های اینا رو خیلی خیلی وارد شدیم، میدونیم که کرایتریاشون چجوریه و چه چیزهایی از شما میخوان و چه چیزهایی از ما اوبر یا لیفت میخواد. خیلی میتونم این
ریپر و پروسسش رو سریعتر انجام بدم که شما برگردین زودتر سر کارتون. میدونم خیلی از دوستان با این اوبرا کار میکنن و خرج زندگیشون اینجوری میگذره و وقتی که ماشینشون دان باشه درآمدشون استاپ میشه. اگه سوالی داریم و کمکی از دست من بنده برمیاد، چه لیفت و چه اوبر با من تماس بگیرین که کمکتون بکنم. بله، کافیه با CBS اتوبادی تماس بگیرید و یکی از خوبی‌هایی که CBS اتوبادی داره، چه به هر حال کسانی که با آقای ابراهیم پور کار میکنن چه خودشون، خیلی علاقمند هستن سرویس بدن به افراد و افراد رو آگاه کنن. من میدونم که یکی از کارهای شما اینه که خیلی راحت پذیرای عزیزان هستین. حتی من دیدم بارها میگید در برنامه هاتون که از والدین مخصوصا میخواین که جوانها رو بیارن تا یه توری در CBS داشته باشن و از امکانات CBS آشنایی پیدا بکنن، و ممنون میشم توضیحات بیشتر رو هم بفرمایید. من وقتی خودم این کار رو شروع کردم، خانم فتی، انگلیسی اصلا بلد نبودم و کسی نبود که کمک من بکنه و راهنمایی من بکنه. من این خودم کار رو شروع کردم، البته خدا خیلی به من کمک کرده و تونستم با سختی این کار رو بندازم، ولی الان خدا رو شکر میتونم خیلی استرانگلی بگم که یکی از قوی ترین ها توی صنعت بادیشاپ هستم و الان از اینکه به مردم کمک میکنم، اینفورمیشن میدم، حتی برای مالیم استفاده مالی من نگاه نمی کنم، همین که دوستان رو خوشحال بکنم، کمکشون بکنم، خیلی خیلی خوشحال میشم. الان خیلی از دوستان بادیشاپ زنگ میزنن از من سوال میکنم، این موضوع منو خیلی خیلی خوشحال میکنه. این صنعت خیلی بزرگیه و همه دارن کار میکنن. اگر من به یه دوست بادیشاپ دیگه کمک بکنم که کار ایشونم راحت تر انجام بشه، خیلی خوشحال میشم و همه رو بهتون ساجست میکنم. هر سوالی که داریم بگین، اگر بتونم و سوالو بلد باشم با کمال میل تکرارتون میکنم. بسیارم ممنون. و اما این روزها جناب ابراهیم پور، صنعت اتومبیل سازی خیلی تغییر کرده. من. چه از لحاظ بدنه اتومبیل، چه تکنولوژی اتومبیل، همه چی دستخوش تغییرات بسیار زیادی من. شده. بدنه های اتومبیل ها بیشتر از آلومینیوم و در توضیح دیگر در برنامه دیگری بهش اشاره میکردن، از پلاستیک داره تهیه میشه. CBS اتوبادی در این زمینه چه کمک هایی رو میتونه برای ریپر و بدنه اتومبیل ها انجام بده؟ همونجوری که فرمودین ماشینا خیلی خیلی عوض شده. اول از همه اجازه بده یه مقدار درباره آلومینیوم صحبت بکنیم که روی این آلومینیوم کار کردن خیلی خیلی مشکله. باید بدونین چه کار میکنین و باید ابزارها و تولزهای مخصوص داشته باشین. این تولزهایی که روی آلومینیوم استفاده میکنین، رو ماشینهای آلومینیومی استفاده میکنین، شما اجازه ندارین رو ماشین دیگه کار بکنین و این خیلی حساسه. میکشور کنین اگر بدنه شما از ماشین شما از آلومینیوم ساخته شده، 100% دست کسی بدین. من نمیگم که به CBS بدین، ازشون سوال بکنین، میکشور کنین که سرتیفای آلومینیوم هستن و اجازه دارن و میتونن روی ماشین کار بکنن. یه چیز جالبتر که دفعه پیشم صحبت کردیم، خانم فتی، ماشین ها بدنه شون داره الان از پلاستیک درست میشه و به زودی شما خواهین دید. من تو این شوهایی که میرم، تو این جایی که میرم، که لرنینگ هایی که میرم درباره ماشین، میبینین که ماشین هایی که با پلاستیک ساخته شدن به بازار خواهن اومد. حتی شاسی این ماشین ها با پلاستیک، هارد پلاستیک ساخته میشه و بدنه این ماشین ها و این پلاستیک ها مموری داره، یعنی حافظه داره. اگه خدای نکرده شما تصادف بکنین، میتونین اون ماشینتون رو برای 24 ساعت یا 48 ساعت پارک بکنین، این مموری که در این هارد پلاستیک هست اونو بر میگردونه به روز اول و شما دیگه متاسفانه خوشبختانه هم خواسته بگم تکلیف بادی شاپ هاشی میشه، مجبور نیستیم بادی شاپ بریم. من واو، من میخوام موقع بیام راننده گوینده تلویزیون میشه. خواهش میکنم، خواهش میکنم از ما مراقب جام خوبمون باشیم. ولی بعد خب تکنولوژی بادی شاپ هم به شکلی میشه که از راه های دیگه همون مورد فکر کنید پلاستیکی رو تغییر تحولاتی درش میده غیر از اینه؟ اتفاقا داشتم میومدم تلویزیون، خانم فتی، یکی دوستا گفت کجا میری؟ گفتم دارم میرم رادیو تلویزیون. گفت چه خبره؟ گفتم دارم درباره بادی شاپ صحبت کنم. گفت مگه در بادی شاپ چقدر میتونی درباره بادی شاپ صحبت کنی؟ اینقدر این صنعت بزرگه خانم فتی که اگه شما به من اجازه بدید، من میتونم اینجا بشینم ساعت ها براتون توضیح بدم
و درباره چیزهای مختلف صحبت بکنم. مطمئناً. در 4-5 دقیقه باقی مانده چه موارد دیگری در خصوص CBS و سرویس‌های CBS هست که دوست دارید یادآور بشید ببینندگان عزیزم؟ ببینید، هر کاری که درباره ماشین دارین به من زنگ بزنین. من دیگه بعد از این سالهای زیادی که دارم این کار انجام میدم، فکر میکنم اکثریت سوالاتون رو بتونم خیلی خیلی راحت‌تر جواب بدم. میتونین تلفن CBS رو زنگ بزنین یا تلفن شخصی منم، اگه کار مهمی داشتین با هم تماس بگیرین، هیچ مسئله ندارم، براتون میتونم ساعت و وقت بذارم و هر کاری که داشته باشین براتون انجام بدم. بسیار ممنون. یک مورد دیگه که چون صحبت جوان ها شد و خب حالا تکنولوژی رو جوان ها خیلی بلدن، ولی یه موردی که الان در بین خبرها من دیدم، درانک درایوینگ و رانندگی در حال مستی مقام اول رو نداره دیگه در تصادفات، بلکه تکست مسیجینگ مقام اول رو داره. کسانی که تکست مسیج میدن، شما چقدر برخورد میکنید با این مسئله و چه پیشنهادی دارید به عزیزانی که برنامه رو نگاه میکنن؟ من فکر میکردم بعد از اینقدر تبلیغاتی که انجام میشه و به همه جوانان هی میگن که دوستان عزیز در موقع رانندگی تکست نکنین، فکر میکردم که اینا روی تاثیر بذاره و تعداد تصادف‌ها رو کمتر بکنه. متاسفانه میتونم بهتون بگم ارقامی که ما در CBS میبینیم و جاهای دیگه که من چک میکنم، تعداد تصادفات به خاطر تکست مسیجین کم که نشده، حتی شاید بیشتر هم شده. و متاسفانه به جز تکستینگ الان با هم اسنپ چت میکنن و دیدم که بعضی از دوستانشون حتی ایمیلاشون رو پشت فرمون چک میکنن. این یک کار بسیار بسیار خطرناکه. دوستان ساجست میکنم که ماشیناتون رو پارک بکنید چند دقیقه بغل جاده، هر کاری که میخواییم با تلفنتون انجام بدین انجام بدین، بعد بشینید پشت فرمان. خیلی خیلی به نفعتونه. ولی خب به هر حال باز هم میبینیم فقط هم مختص جوان ها نیست، بلکه بزرگ سالان هم خیلی میبینیم که پشت فرمون این کار رو میکنم. من که در طول روز واقعا میبینم و باش برخورد میکنم. من خود شخص بنده قبلا این کار رو میکردم که خوشبختانه الان کاملا گذاشتم کنار و به هیچ عنوان نه خودم این کار انجام میدم و نه اجازه میدم که فرزندان بنده پشت فرمون که نشستن به هیچ عنوان به تلفن‌هاشون اصلا دست بزنن. بسیار عالی. باز هم یادآوری می‌کنیم بینندگان عزیز که در زمانی که تصادف می‌کنید کافی است که با CBS اتوبادی تماس بگیرید. با شماره‌هایی که خدمتتون عرض می‌کنم 818-765-5300 و 818-523-2600 بعد از ساعت 6 بعد از ظهر هم باز پاسخگوی شما بینندگان عزیز خواهند بود. یادآوری می‌کنیم که در دل CBS یه رنت‌کار هست که چه برای اینکه تصادف کردید رنت‌کار در اختیارتون قرار میدن، یا حتی تصادف هم نکردید با قیمت‌های بسیار خوبی که رنت‌کار کمپانی که در CBS هست به شما میده، میتونید رنت‌کار رو بگیرید و به هر حال ماشین اجاره بکنید و در ضمن اتومبیل شما رو هم تو میکنن در زمان تصادف و بهترین سرویس رو در اختیار شما قرار میدن. آیا در یک دو دقیقه باقی مانده مورد دیگری هست که دوست دارید یادآور بشید؟ فقط سیف درایوینگ، سعی کنید که در موقع رانندگی خیلی مواظب باشید. بسیار ممنون از حضورتون و سری برنامه‌های بسیار خوب و آموزنده شما و CBS اتوبادی. ممنون. تصادف کرده اید و اتومبیل شما احتیاج به تعمیر دارد؟ فقط با یک تلفن به CBS اتوبادی شاپ اتومبیل شما از منزل و یا محل کار و یا محل تصادف تو شده و یک رنتکار در اختیار شما قرار می گیرد. CBS اتوبادی شاپ به مدیریت دیوید ابراهیم پور با 33 سال تجربه و مورد تایید شرکت های بیمه که کار اتومبیل شما را سریع تر می کند. با مراجعه به CBS اتوبادی در زمان اتمام لیز اتومبیلتان و بازبینی نهایی توسط CBS به دیلرهای اتومبیل هزینه اضافی نخواهید پرداخت. CBS اتوبادی شاپ.